درود بر شما. 12 خرداد ماه 1402 خورشیدی و 2 ژوئن 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به اختلاف جمهوری اسلامی و طالبان، یا به قول یکی از مقامات جمهوری اسلامی، دعوای خانوادگی جمهوری اسلامی و طالبان. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه طبق روال معمول. اما اول اشاره بکنم به توییت خانم دریا صفایی، فعال حقوق بشر و نماینده پارلمان بلژیک. ایشون نوشتن: دوستانی به دلیل اتفاقات اخیر، که در توییت اشاره نکردن که منظور چه اتفاقاتی است، مصاحبه ای از محمد رضا عالی پیام با مهدی فلاحتی در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا رو که در دی ماه گذشته انجام شده برایم فرستادند و خواستار راستی آزمایی ادعای مطرح شده در این مصاحبه شدند که طبق آن از طریق اقدام من ایشان ویزای بشر دوستانه دریافت کرده است. باید روشن و کوتاه بگویم این ادعا کاملا نادرست است و من هیچ ارتباطی در مورد تهیه ویزا برای آقای محمد رضا عالی پیام نداشتم. توضیح این نکته نیز ضروری است که 2 سال است که من و همسرم به هیچ پناهجوی ایرانی نتوانستیم کوچکترین کمکی در زمینه ویزا بکنیم، اما اگر می توانستیم باز هم حتما به هممیهنان پناهجوی در خطرمان در ترکیه، عراق، مالزی و دیگر کشورها فارغ از اعتقادات و باورشان کمک می کردیم. 2 نکته را عرض کنم. یکی این که همونطور که خانم دکتر دریا صفایی نوشتن در توییتشون، ایشون در گرفتن ویزای انگلیس برای آقای عالی پیام نقشی نداشتن. خانم صفایی تا اونجا که تونستن به هر پناهجوی ایرانی در ترکیه، همونجور که گفتن، به هر پناهجوی ایرانی در خطری در ترکیه و کشورهای دیگر کمک‌های بشردوستانه کرده اند و قدردانی بنده و آقای عالی پیام از ایشون در برنامه‌ای که اشاره شد به همین دلیل بوده. دوم اینکه اگر مشکلی در فهم این موضوع پیش آمده، مقصر منم، ببخشید که توضیح کامل در برنامه 30 دی ماه 1401 ندادم که نخستین مصاحبه تلویزیونی با آقای محمد رضا عالی پیام بعد از بیش از 1 سال پنهان شدن ایشون از چشم ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه و سفر ایشون به انگلیس بود که جزئیاتش تو همون برنامه 30 دی ماه 1401 آمده. خب این بار درگیری نظامی جمهوری اسلامی و طالبان ظاهراً بر سر آب بود، اما عرض کردم ظاهراً بر سر آب بود، کمتر از 2 سال پیش که درگیری شدید مرزی بین دو طرف پیش آمد ربطی به مسئله آب نداشت. موضوع چیه؟ فارغ از حواشی، واقعا مشکل جمهوری اسلامی با طالبانی که خودش سالها کمکش کرده آب هیرمند برای مردم مظلوم سیستان و بلوچستانه؟ چرا سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگوید دعوای ایران و طالبان دعوای خانوادگی است؟ طالبان 5 سال بر افغانستان حاکم بود، از 1375 تا 1380. تو اون 5 سال جمهوری اسلامی درگیری با طالبان نداشت. طالبان دوباره از مرداد 1400 بر افغانستان حاکم شد. این بار از همون ماهای اول حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان درگیری ها با جمهوری اسلامی شروع شد. دهم آذر 1400، یعنی 4 ماه بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، تقریبا تو همین منطقه ای که 7-8 روز پیش درگیری مرزی پیش آمد، برخورد مرزی شدیدی بین طالبان و جمهوری اسلامی پیش اومد که هیچ ربطی به موضوع آب هیرمند و حقابه نداشت. موضوع گفتن دیوار مرزی بین ایران و افغانستان بود. اون موقع بنا به گزارش بعضی رسانه‌ها 3 پایگاه مرزی ایران و طالبان تصرف کردند. جمهوری اسلامی با سلاح‌های نیمه سنگین جواب داد، طالبان عقب نشینی کردند. جمهوری اسلامی گفت هیچ پاسگاه مرزی تصرف نشد. بعدم دو طرف گفتن سوء تفاهم بوده. تمام. این درگیری 3 ماه بعد، کمتر از 3 ماه بعد، در اسفند 1400 اتفاق افتاد. چند مرزبان جمهوری اسلامی کشته شدند. 3 ماه بعد در اردیبهشت 1401 یه درگیری محدود در مرز اسلام قلعه اتفاق افتاد. 2 ماه بعدش تیر ماه 1401 خبرهای زد و نقیز از درگیری ایران و طالبان منتشر شد که
در جریان اون یک مرزبان ایرانی کشته شد. یک ماه بعد در اواسط مرداد 1401 درگیری در مرز تایباد اتفاق افتاد که دست کم یک مرزبان دیگر ایرانی و شمار نامشخصی از طالبان کشته شدند. به این گذشته یک سال و نیمه که نگاه میکنیم میبینیم تنش بین طالبان و جمهوری اسلامی از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان تقریبا همیشه وجود داشته. یعنی چیزی نیست که یک شبه به وجود آمده باشه، همین یه بار این 7-8 روز پیش اتفاق افتاده باشه، با یک نشست و برخاست هم ختم به خیر بشه. آخرین نمونه از این درگیری ها عرض کردم 7 خرداد 1402 بود. 6 ساعت آتش سنگین با توپ و خمپاره حاصل، 2 کشته و 2 زخمی از نیروهای جمهوری اسلامی، 1 کشته از طالبان. چند روز پیش از این درگیری مرگبار جمهوری اسلامی طالبان را تهدید کرده بود. 28 اردیبهشت 1402 رئیسی رفت زاهدان، 9 ماه بعد از شروع جنبش انقلابی مهسا، یادتون باشه. و خیلی مهمه برای حکومت که سیستان و بلوچستان همیشه محروم الان یه رهبر مذهبی سیاسی به نام مولوی عبدالحمید داره که از اعتراضها و تظاهرات ادامه دار مردم این استان علیه حکومت جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه و محبوبیت بسیار پیدا کرده. البته همزمان از زمان روی کار آمدن طالبان از این گروه هم پشتیبانی کرده. بیان رئیسی در تهدید طالبان انعکاس هر هدف حکومت در منطقه که باشه قطعاً یکیش پوز دفاع جمهوری اسلامی از مردم محروم این استان. با توجه به وضعیت سیاسی خاصی که عرض کردم این استان به ویژه در 8 ماه گذشته 9 ماه گذشته پیدا کرد. در سابقه هست که این آب همیشه برای این منطقه می اومده، در چاه نیمه ها مردم استفاده می کردن، مال یک دوره خاصی نبوده. من می خوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنن، بسیار جدی بگیرن. من دارم اخطار می کنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه حکومت طالبان به هسته آیت الله رئیسی گفت آب نداریم که بدیم، تهدیداتون هم دیگه تکرار نشه. 28 اردیبهشت بلافاصله یعنی جواب داد. اعلامیه امارت اسلامی در پیوند با اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران. روز گذشته رئیس جمهور ایران در مورد آب هلمند یک سلسله اظهارات داشت که وضاحت ما در مورد آن قرار ذیل است. من دیگه سخنگوی طالبان نیستم که بخوام همه این بیانیه رو بخونم، ولی به طور مشخص آنچه که عرض کردم میگوید از اینکه در سالهای اخیر در افغانستان و منطقه خشکسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است به شمول دریای هلمند یا رود هیرمند، تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور افغانستان از خشکسالی رنج میبرند و آب کافی وجود ندارد. در چنین وضعیت خواست مکرر ایران برای آب و اظهارات نامناسب در رسانه ها را زیان آور میدانیم. بعد حسن کاظمی قومی از نیروهای قدیمی، افراد قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی در کابل است و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، گفت به طالبان یک ماه مهلت میدیم برای رها کردن حقابه ایران از هیرمند، مهلت داده ایم. در واقع گفت 30 اردیبهشت 1402 این حرف زد. طالبان آب بود و ندادند. برای دولت جمهوری اسلامی اون وقت حجت تمام است که در این مسئله که جزء حقوق اساسی ملت ایران هست چگونه باید عمل کنه. فکر میکنین چقدر طول بکشه این مشخص بشه؟ اما این باید در طول این یک ماه اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی به طالبان میگه اگه راست میگین که هیرمند آب کافی نداره، همونطور که من اطلاعیه امارت اسلامی افغانستان به قول خودشون دولت طالبان رو خوندم، میگه اگر شما راست میگین خب کارشناسای جمهوری اسلامی ایران رو بذارین بیان ببینن، راستی آزمایی کنن به قول رفسنجانی مرحوم مغروق.
طالبان میگن ارزیابی ما رو باید قبول کنین، کارشناس هم برای راستی آزمایی به افغانستان نفرستین، وگرنه ایران را فتح خواهیم کرد. عبدالحمید خراسانی از فرماندهان نظامی طالبان، فرماندار پیشین در ایالت پکتیا اینو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اما بعد، البته پیامی داشتیم من حیث یک مجاهد امارت اسلامی و سرباز اسلام برای ایرانیان و نظام مفسد ایران که با صبر و حوصله مردم افغانستان و افغانان بازی نکنین. ما همچو مزدوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و بعد تضرع سرخم کنیم. البته شما باید از که مدیون حوصله‌مندی بزرگان امارت اسلامی باشین. در غیر از یقین داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار آمریکا در برابر شما خواهیم جنگید انشاءالله، و آنچه که حق ماست از آن دفاع خواهیم کرد. دفاع از سرزمین اسلام و تمامیت ارضی و ناموس ملی مسئولیت همه مسلمانان افغانستان است. اگر شما بخواهید تعرض کنید و بر حقوق مردم ما دست اندازی کنید، حق ما را از حلقوم پدر و پدرکلانان دور میکشیم. و اگر یک بار بزرگان امارت اسلامی اجازه دادن که مجاهدین امارت اسلامی وارد جهاد و معرکه در برابر شما شوند، مطمئن باشین که انشالله به زودی ایران فتح خواهیم کرد. و حرفای اینچنینی که از بعضی فرمانده های طالبان در فضای مجازی پخش شده، واقعا این بحران دلیلش محرومیت امروز مردم استان سیستان و بلوچستان از حقابه هیرمنده که دولت فخیمه جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است برای حفظ منافع مردمش فشار بیاره به کشور همسایه که حالا افتاده دست طالبان هر کسی هست و طلب آب بکنه؟ مگه تشنگی این استان مال امروز دیروزه؟ مگه کشاورزی این استان همین امروز دیروز نابود شده؟ 70% قله ایران و سیستان و بلوچستان طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی تأمین میکرد. 21 سال پیش روزنامه دولتی ایران نوشت سیستان و بلوچستان انبار قله ایران کشاورزی را از دست داده است و با ویرانی فاصله چندانی ندارد. افراد محلی 5 سال خشکسالی را به امید بهبود اوضاع تحمل کردند، اما انتظارشان بیهوده بود. هامون همچنان خشک است. طوفان ماسه بیداد می کند. روستاها در زیر میلیون ها متر مکعب ماسه مدفون شدند. اثری از نیزارهای تالاب هامون دیده نمی شود. پرورش ماهی و گاو سیستانی متوقف شده. بیماری های تنفسی و چشمی افزایش یافته و مهاجرت جوانان شدت گرفته است. این متن مال 21 سال پیش در روزنامه دولتی ایران. عرض کردم مسئله آب مسئله امروز و دیروز ایران و افغانستان نیست که. بارها جمهوری اسلامی از دولت‌های مختلف افغانستان شکایت کرده که عقابه ایرانو بدین. بارها دولت‌های مختلف افغانستان از جمهوری اسلامی شکایت کردند که از آب هیرمن بیش از سهمش برداشت می‌کنید شما. حالا این بحث رو باید در برنامه جداگانه بهش برسیم. موضوع این برنامه به طور مشخص این است که چرا جمهوری اسلامی و طالبان به مرحله برخورد نظامی با هم رسیدن. من چون گفتن بهانه آب است، اجازه بدین که یک اشاره به ماجرای حقابه بکنم برای کسایی که کمتر در جریانن، به صورت بگذریم از این قضیه تا برسیم به موضوع اصلی، یعنی رابطه جمهوری اسلامی و طالبان. فصلنامه مدیریت آب در ایران درباره حقابه ایران در هیرمند نوشته است: معاهده حقابه ایران از هیرمند سال 1351 بین ایران و افغانستان امضا شد و در سال 1356 این اسناد مبادله شد. مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است. بر اساس این معاهده حقابه ایران 26 متر مکعب در ثانیه، آن هم در سالهای معمولی و نرمال آبی است. بر اساس محاسبه حقابه ایران سالانه به 820 میلیون متر مکعب میرسد. در ماده پنجم این معاهده نوشته شده که افغانستان با حفظ حقابه ایران حق هر گونه استفاده از رود هیرمن را دارد. همچنان پیش بینی شده که ایران حق استفاده اضافه از آنچه که مشخص شده ولو آنکه هیرمن پر آب هم باشد ندارد، که پر آب
نیست. سال هاست رود هیرمند پر آب نیست و دریاچه هامون یا تالاب بین المللی هامون، سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریای خزر و دریاچه ارومیه، هفتمین تالاب بین المللی جهان و یکی از ذخیرگاه های زیستکره در ایران که دیگه باید براش از فعل بود استفاده کرد، چون دیگه حتی یک قطره آب هم نداره و به طور کامل خشک شده. و دلیل خشک شدن هامون و اصولا سیستان و بلوچستان و پهنه وسیع از خراسان که همسایه هرات افغانستانه و از هریرود تغذیه میشه، فقط سدهای بالادست نیست که دولت‌های مختلف قبل از طالبان ساختن یا نهرهایی که طالبان حفر میکنن برای انحراف آب این رودها به زمین‌های کشت خشخاش. بعدم میرم میگن خشخاش ممنون، تریاک ممنون، فلان. دلیل اصلیش به هر حال در داخل ایرانه. یک، نالایقی حکومت جمهوری اسلامی در مدیریت آب که در برنامه‌های متعدد همین برنامه صفحه آخر بهش پرداخته ایم. دو، روابط نامتعین، نامشخص و اغلب بحرانی جمهوری اسلامی با همسایه ها. البته در افغانستان بحران ها و جنگ های داخلی هم مزید بر علت است که باعث بی‌ثباتی این کشور شده و هر گونه رابطه با قوام افغانستان با همسایه هاش رو در واقع مانع شده. حسین فرجاد امین، معاون سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید همین عبدالله عبدالله، فرد دوم حکومت افغانستان، از زمان سرنگونی طالبان به دست آمریکا با همکاری جمهوری اسلامی در سال 2001 تا به قدرت رسیدن دوباره طالبان، عبدالله عبدالله همیشه فرد دوم قدرت در واقع در افغانستان بوده است. معاون سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید همین عبدالله عبدالله که ما فشار آوردیم و رئیس اجراییش کردیم در افغانستان، آمد تهران و جلسه با خانم ابتکار معاون وقت رئیس جمهور داشت. ابتکار نیم ساعت روزه محیط زیستی خواند. آخرش عبدالله گفت ما آبی را که به شما بدهیم و شما بریزید در هامون ها و آفتاب بزند و خوش شود نداریم. آیا در همه این سالها جهاد کشاورزی نوع کشت سیستان را تغییر داد؟ به نماینده ها گفتیم بروید دنبال سرمایه گذاری روی مسیرهای ترانزیت. الان کامیون افغانی منظور کامیون های افغانستان است که از این مسیر ترانزیت می گذرد هیچ هزینه ای نمی کنند. تازه موقع رفتن کامیون ها را هم پر از گازوئیل می کنند و می روند. از همه اینها دردآورتر اتفاقی است که در 14 تیر 94394 اتفاق افتاد. اینا رو داره عرض کردم، معاون سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه در 14 تیر 94 چه اتفاقی افتاد. آقای بهرامی سفیر ایران در افغانستان در افتتاحیه فاز دوم سد کمال خان شرکت کرد. سد کمال خان که گفته می شود یکی از موانع رسیدن حقابه ایران از هیرمند. میگه خیلی دردآور بود که سفیر جمهوری اسلامی هم در افتتاحیه شرکت کرد. الانم اوضاع، بذارین از خودش بخونم، اوضاع همین آقای معاون سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه میگه الانم هر گونه امید بستن به طالبان برای اینکه آب به ما بدهد امید واهی است. وقتی شما برای افغان‌ها، ببخشید من این ماجرای افغان و افغانی رو بگم که هر دوش واژه‌های غلط بس و توهین‌آمیزه، ایرانی ها، افغانستانی ها، عراقی ها، تاجیکستانی ها، این اسم قومیت یا اسم به هر حال تقلیل دهنده، اینا همش حرفایی است که امیدوارم حالا در ادامه صحبت میکنیم که مثلا انسان به عنوان انسان رو چگونه باید باش برخورد کرد. متاسفانه نمی کنیم ما، راست میگم. از زمان همین درگیری هایی که شده بین مرگر مرزی طالبان جمهوری اسلامی، چند تا مهاجر فرار کرده از وحشیگری های طالبان رو در ایران کتک زدن. حالا صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت در این زمینه، فقط به خاطر اینکه افغانستانی هن. خب، کمک های جمهوری اسلامی به طالبان
فقط در ابعاد سیاسی و نظامی واقعا نبوده. ابعاد سیاسی نظامیش هم من هنوز روشن نکردم، در ادامه برنامه خواهم گفت. در حوزه اقتصادی هم با کشور فروشی در واقع جمهوری اسلامی به طالبان کمک کرده. معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه هندی‌ها 80 هندوستانی‌ها 80 میلیون دلار پول آوردند و می‌خواهند کل بندر چابهار را مدیریت کنند، آن هم به خاطر تضادی که با پاکستانی‌ها دارند. در مورد افغانستان هم داریم مفت و مجانی چابهار را به کامیون‌های افغانستان می‌دهیم. ببینید، جمهوری اسلامی علیه بر علیه منافع مردم تشنه سیستان و بلوچستان با حکومت افغانستان همکاری میکنه، از طرف دیگه بدون در نظر گرفتن منافع حکومت افغانستان با طالبان همکاری میکنه. منظورم زمانی است که هنوز طالبان به دوباره به قدرت برنگشتن، یعنی از 2 سال پیش به اون ور. اشرف غنی رئیس جمهور قبل از حکومت دوم طالبان چند بار با آقای روحانی پیغام داد و در حاشیه نشست‌ها با آقای ظریف گفت که چرا با طالبان بدون اجازه ما کار می‌کنید؟ چرا بدون اجازه ما با اینها ملاقات می‌کنید؟ 2 سال حرف از آب نزد و مسئله آب در برابر امنیت را مطرح کرد. وقتی جوابی از ما نشنید، حرف از آب در برابر نفت زد، که معروفه دیگه، اون سخنرانی که قبلا هم پخش کردیم تو این برنامه، که اشرف غنی رئیس جمهور وقت قبل از همین دولت دوم طالبان، اشرف غنی در سخنرانی به صراحت گفت اگر آب میخواید نفت بدید. طالبان هم همینطور است. اخیراً هیئتی از افغانستان، اینو داره معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه، اخیراً هیئتی از افغانستان قرار بود به ایران بیاید، یعنی از طالبان. قبل از سفر به ما گفتن میاییم ولی صحبت از آب نکنید. این چنان که عرض کردم موضوع امروز و دیروز نیست و بنابراین اگر جنگی بین طالبان و جمهوری اسلامی در بگیره، آب هیرمن و دیوار مرزی دو قارون یا فلان نقطه و منطقه دیگه دلیلش نیست. طالبان رو خود جمهوری اسلامی یک دهه کمک کرد تا دوباره بر افغانستان حاکم بشه. همون طالبانی که 10 سال قبلش با حمله آمریکا و کمک جمهوری اسلامی به آمریکا از قدرت ساقط شده بود. جمهوری اسلامی از یه طرف گاه دنبال سیاست‌های آمریکا در افغانستان رفته، از طرف دیگه همیشه دنبال نفوذ و گسترش اسلام جهادی علیه آمریکا و غرب به طور کلی در این کشور بوده. طالبان سال 1975 تا 1980 در قدرت بود. عرض کردم بار اولی که قدرت گرفت 5 سال. از سال 80 که از قدرت کنار زده شد تا سال 1400، 20 سال که به قدرت بازگشت، جمهوری اسلامی ناراضی بود از دولت‌های دوست غرب در افغانستان و به همین دلیل در کار کمک به طالبان بود. حالا من میگم به این دلیل، شاید نباید میگفتم، نمیدونم به چه دلیل، ولی به هر حال این گزارش روشن است. از اون دولت‌ها، از دولت کرزای، اشرف غنی ناراضی بود و به طالبان کمک میکرد. البته اهداف دیگری داشت، فقط این نبود. این دولت‌های دوست غرب رو، دست کم دولت اول، دولت کرزای رو، حامد کرزای، به گفته رایان کراکر سفیر وقت آمریکا در افغانستان، نماینده دولت آمریکا در زمان جورج دبلیو بوش در مذاکره با جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی در همکاری با آمریکا به وجود آورد. یعنی در زدن طالبان و روی کار آوردن دولت دوست غرب، یعنی حامد کرزای، جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری کردند و دولت سازی کردند. به نوشته خودشون، به گفته خودشون، بذارین من نه از خاطرات رایان کراکر یا از رسانه‌های آمریکا، از خبرگزاری سپاه فارس بخونم که تو ایران رسانه‌ها و تبلیغاتچی‌های جمهوری اسلامی نگن، خب خودشون میخونن، میگن خودشونم میخونن، خودشونم گزارش میدن. از فارس میخونم که از همین خاطرات و رسانه‌ها نقل قول میکنه و هیچ نکته ای را هم رد نمیکنه، تکذیب هم نمیکنه. رئیس جمهور جورج بوش پسر پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر
یک کانال پشتیبان مخفی برای انتقال اطلاعات با ایران ایجاد کرد تا به روند هماهنگی برای شکست دشمن مشترک در افغانستان کمک کند. آمریکا و ایران همچنین در چارچوب توافق بن برای دولت سازی و بازگرداندن پناهجویان افغانستان همکاری کردند. رایان کراکر دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا در روزهای پرتلاطم پس از 11 سپتامبر به ژنو سفر می‌کرد تا با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی ملاقات کند. برای کراکر واضح به نظر می‌رسید که دیپلمات‌های ایرانی به سردار سلیمانی که از آن به عنوان حاج قاسم یاد می‌کنند پاسخ می‌دهند. مذاکره کننده اصلی ایران نقشه‌ای را به کراکر داد که وضعیت افغانستان را به صورت کاملا دقیق شرح می‌دهد و سپس خطاب به طرف آمریکایی گفت: توصیه ما این است، ابتدا آنها را در اینجا بزنید و سپس اینجا. منطق ما هم برای انجام عملیات این است. رایان کراکر که شوکه شده بود خطاب به دیپلمات ایرانی گفت: می توانم یادداشت برداری کنم؟ مذاکره کننده ایرانی پاسخ داد: می توانید نقشه را نگه دارید. همکاری و هماهنگی سیاسی و نظامی در این حد بین جمهوری اسلامی و آمریکا بعد از سرنگونی طالبان، بعد از 11 سپتامبر، دوره کوتاهی هست، بعد به صورت از بین میره و جمهوری اسلامی خیلی زود میره روی تقویت طالبان علیه حکومت مرکزی افغانستان که بنا به آنچه براتون خوندم خودش در همکاری با آمریکا روی کار آورده بود. تیر ماه 1397 اسماعیل قاآنی، قائم مقام وقت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به اسم دیپلمات جمهوری اسلامی، یعنی در پوشش دیپلمات و کاردار سفارت، میره بامیان، ولایت بامیان، و با عده‌ای که اسمشون افشا نشده، هنوزم افشا نشده دقیقاً که با کیا صحبت کرده، ولی عکس و مشخصاتش بعداً افشا شد، که با طاهر ظهیر والی بامیان ملاقات میکنه که سال 1397، سه سال قبل از اینکه طالبان دوباره بیان سر کار. خبر این سفر یک سال و نیم بعد فاش میشه. در 11 بهمن 1398 قادر کامل، تحلیلگر مسائل ایران و افغانستان، به ایران وایر میگوید که سفر اسماعیل قاآنی پیچیده و در این حال خلاف عرف دیپلماتیک و موازین پذیرفته شده در عرصه سیاست خارجی بوده است. قاآنی به بامیان میرود و بعد از نزدیک 2 سال افشا میشود. این نشان میدهد که بیشتر اهداف اقتصادی و اطلاعاتی امنیتی در پشت سفر آقای قاآنی نهفته بوده. حوادث و رویدادهای مشابه مانند سفر اسماعیل قاآنی به ولایت‌های دیگر افغانستان نیز رخ دادند. افراد استخباراتی با لباس دیپلمات و کارمند سفارت ایران به برخی از ولایت‌ها و شهرستان‌ها سفر می‌کنند. هدف این سفرها سرمایه‌گذاری بر نیروهای نیابتی، یعنی طالبان و جنگجویان لشکر فاطمیون است که می‌تواند خطرناک باشد. این 3 سال قبل از این است که، یعنی مرحله آماده سازی طالبان به دست جمهوری اسلامی برای اینکه دوباره بیاد قدرت رو در دست بگیره، 3 سال قبل از اینکه بیاد قدرت در دست دوباره در دست بگیره، 1397. قاآنی قبل از اینکه بشه فرمانده نیروی قدس سپاه، معاون قاسم سلیمانی و فرمانده قرارگاه انصار بود که تو خراسان است و حوزه فعالیتش هم افغانستان اصلا به این دلیل تشکیل شد. وال استریت جورنال در تیر 1394 از قول عبدالله، یکی از فرماندهان نظامی طالبان، نوشت: ایران هر گونه حمایتی از ما می کند و هر چه بخواهیم در اختیارمان می گذارد. ماهانه $580 از ایران مزد میگیرم، پولی که در افغانستان مبلغ کمی نیست. تیر 94 طالبان دوباره قدرت رو در 1400 به دست گرفت و سال 1390 10 سال بود که از قدرت کنار رفته بود. 94 14 سال بود که از قدرت کنار رفته بود. خب این صحبت که عرض کردم، تیر 94 فرمانده نظامیه میگه هر جوری هست، هر به همه جوره جمهوری اسلامی به ما کمک کنه. 7 مرداد 94 دولت افغانستان اعلام کرد که ملا عمر، رهبر فراری طالبان، در بیمارستانی در کراچی پاکستان مرد. طالبان هم بلافاصله خبر مرگ ملا عمر رو تایید کرد و اعلام کردند که رهبر طالبان ملا اختر منصور است، جانشین ملا عمر، و معاوناش یکی پسر ملا عمره، ملا یعقوب، و یکی سراج الدین حقانی،
رهبر شبکه حقانی که ریشه در پاکستان داره و جنایتاش پرونده قطوری است که آمریکا برای اطلاعاتی که به دستگیری همین آدم سراج الدین حقانی راهنمایی کنه 10 میلیون دلار جایزه گذاشته. همچنانم امروزم رئیس این سراج الدین حقانی یعنی ملا اختر منصور که شد رهبر طالبان در 1 خرداد 1395 بعد از 2 ماه که ایران بوده داشته برمیگشته پاکستان در خاک بلوچستان پاکستان آمریکایی ها میزننش از طریق پهپاد شناساییش میکنن ماشینش میزنن میکشنش مثل کاری که با قاسم سلیمانی کردن. بعد از اینکه اینا میزنن ملا اختر منصور رهبر طالبان میشود هبت الله آخونزاده که هنوزم زنده است و رهبر طالبانه. هبت الله آخونزاده در دوره حکومت طالبان از افغانستان در افغانستان و بعد از اون قاضی القضات طالبان بوده و خیلی از احکام قتل و غارت و جنایت طالبان رو او صادر کرده. خمینی طالبان دیگه خلاصه. 11 تیر 97 تایمز نوشت سپاه پاسداران ایران به بهترین های طالبان آموزش نظامی میدهد. یکی از مشاوران سیاسی طالبان در شورای آن گروه در کویته پاکستان میگوید ارائه آموزش توسط ایرانی ها با 2 درخواست همراه بوده است. اینکه ما باید بر انجام حملات علیه منافع آمریکا و ناتو در افغانستان تمرکز کنیم و همچنین نیروی بیشتری را برای حمله علیه داعش به کار گیریم. به گفته این مشاور 38 ساله طالبان که نخواست هویت خود را فاش کند، مذاکرات تهران و طالبان برای اعزام پیکارجو به ایران جهت دریافت آموزش از نیروهای ویژه نظامی ایران بهار 1397 آغاز شد. هنگامی که پرزیدنت ترامپ برای اعلام خروج آمریکا از برجام آماده می‌شد. به گفته یعنی ببینید جمهوری اسلامی زمین سازی ها رو چجوری میکنه. به گفته این عضو ارشد طالبان بهترین و کارآمدترین نیروهای جوان خود را در قالب گروه های کوچک به ایران فرستاد که با مقام های ارشد نظامی دیدار و به اردوگاه های آموزشی منتقل شدند. سال 98 2 سال قبل از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هیئتی از طالبان آمد ایران به دعوت رسمی جمهوری اسلامی. بعد از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به افغانستان هیئتی از طالبان با سفر به تهران با مقامات کشورمان رایزنی کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه اعلام کرد که این مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان انجام شده و اهداف آن نیز مشخص است. اما صدیق صدیقی سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان در پیام توییتری ضمن معرفی طالبان به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت جهانی از میزبانی این گروه در تهران انتقاد کرد. شمخانی دبیر گمارده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. دیدار دومی هم با هیئت طالبان در تهران داشت در بهمن 1399 که بعدش خود شمخانی نوشت در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. اینا رو شنیدین؟ همزمان با این دیدارها و این صحبت و اینا طالبان داشت با آمریکا هم مذاکره میکرد. 13 بهمن 99 طالبان در نشست خبری در تهران اعلام کرد طبق توافق با آمریکا دولت فعلی افغانستان یعنی دولت اشرف غنی منحل میشود و حکومت همه شمول اسلامی در افغانستان تشکیل خواهد شد. سقوط کابل در 24 مرداد 1400 و تشکیل دوباره دولت طالبان در افغانستان منجر شد به تحویل دادن سفارت خانه افغانستان در تهران به طالبان در 8 اسفند 1401 و خب این ماجرا یه جورایی به رسمیت شناختن دولت طالبان هم هست وقتی که شما سفارت رو تحویل میدید. اگرچه حالا به طور رسمی جمهوری اسلامی میگه ما حکومت طالبان رو به رسمیت نشناختیم، اما تمام فعالیت های جمهوری اسلامی از زمانی که دولت طالبان در سال 1380 سرنگون شد در جهت کمک به طالبان و بازگشتنش به قدرت بوده است. 11 سپتامبر 2001 20 شهریور 1380
روزی که القاعده به برج دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و به ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن دی سی حمله کرد، حدود 4000 نفر کشته شدند و اون حمله باعث شد که آمریکا با کمک جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه بعد از اون حمله به افغانستان که با القاعده همکاری میکرد، به طالبان که در قدرت بود و با القاعده همکاری میکرد، حمله کنه و حکومت طالبان رو ساقط کنه. 20 سال بعد در مرداد 1400 وقتی دوباره طالبان کابل رو تصرف کرد، سیمای جمهوری اسلامی گفت طالبان بعد از 20 سال مبارزه علیه آمریکا قدرت در افغانستان را به دست گرفت. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل هست. پس از اینکه 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیدند و کشورهای عضو ناتو، امروز وارد شهر کابل شدند. طالبان در شهر کابل در نقاط مختلف پست‌های ایست و بازرسی دایر کردند و مردم هم در واقع در اینجا می‌بینید که دارن نگاه می‌کنن کارهایی که طالبان دارن انجام میدن. طالبان در خودروها و همچنین در موتورسیکلت‌ها در شهر تردد می‌کنن. صبح شهر خیلی خلوت بود ولی الان دوباره داره برمیگرده به حالت قبل، مثل روزهای قبل انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و اون هم در واقع خودروی پلیس افغانستان بوده. خب طالبان الان پرچم خودشون رو روش نصب کردن و به دقت ماشین‌ها رو بازرسی می‌کنن، مخصوصاً با سارقان برخورد جدی دارن و همچنین به مردم هم میگن که امنیت اونها رو حفظ خواهند کرد، جان مال اونها رو حفظ خواهند کرد. و من چیزی که میبینم اینه که یه برخورد خوبی هستش که طالبان با مردم دارن. بله، ابراهیم رئیسی هم به عنوان رئیس دولت ایران گفت طالبان بر آمریکا پیروز شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. بله، قبل از اینکه طالبان وارد کابل بشن، 21 مرداد هرات، 21 مرداد 1400 هرات هممرز خراسان، استان خراسان هممرز ایران به تصرف طالبان در آمد قبل از اینکه کابل سقوط کنه. اصلا هنوز چیزی به اسم امارت اسلامی افغانستان که طالبان اسمشو میذارن و قبلا گفت وقتی در قدرت بودن میگفتن این اسمشه، که اسم حکومت طالبان مثلا اصلا وجود نداشت، هنوز هم نداره. فقط کسانی به طالبان در قدرت میگن امارت اسلامی افغانستان که قبولشون دارن، در واقع رسمیت میشناسنشون. رسول موسوی دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مدیر کل آسیای غربی این وزارت خونه توییت زد همون موقع، اداره هرات در اختیار نیروهای امارت اسلامی در آمده است. یعنی پیشا پیش حکومتتون رسمیت داره. به همین دلیله که حسام رضوی مسئول بخش افغانستان خبرگزاری تسنیم از خبرگزاری های سپاه پاسداران میاد تو شبکه افق سیمای آقایون که بگه طالبان هیچ وقت به کسی حمله نکرده، همیشه خودش دفاع کرده، علیه اشغالگران آمریکایی مبارزه کرده، وحشی متحجر خواندن طالبان تبلیغات رسانه های غرب است و اگر مقاومتی بشه علیه طالبان این خواست آمریکاست که میخواد افغانستان رو تجزیه کنه، پس باید طالبان در آرامش قدرت مستقر بشود. هیچ صحبتی نه تو رسانه های سپاه، نه تو رسانه های دفتر رهبرشون کیهان از کشتار مردم مزار شریف فقط به دلیل شیعه بودن، از نسل کشی بیش از 4000 نفر اصلا نمیشه، حتی از قتل روزنامه‌نگارا و دیپلمات‌های خودشون در سال 1177 در مزار شریف به دست طالبان اصلا صحبت نمی‌کنن. معنی نسل‌کشی اتفاق حتما نیفتاده و نمی‌افته، اصلا طالبان بناش رو نداره. اون به این فهم رسیده که اگر میخواد در حکومت مشارکت کنه یا همه حکومت باشه در افغانستان، باید با همه اقوام کار کنه و نمیتونه مثل گذشته برخورد کنه. خب در خدمت آقای مهدی مهرآیین هستیم، همکارم در صدای آمریکا. خوشحالم در خدمتتون هستم. ممنون. همچنین ببینین این صحبت که الان شنیدیم کوتاه
مال یک ماه قبل از تصرف مجدد کابل به دست طالبانه، 1400 دستکشی هزارها به دست طالبان در سال 1177 برای مثال، یا بقیه کاراشونو که میگه اصلا چیزی وجود نداشته و اینها، خب حالا کاری نداریم چون اینقدر در این باره بحث شده و جامعه بین الملل میداند. سوالم این است که طالبان آیا توانسته دولت فراگیر، اون چیزی که از اول در کنفرانس های بین المللی مطرح شد، جمهوری اسلامی میگوید، آمریکا میگفت و میگوید، آیا تونسته دولت فراگیر در واقع تشکیل بده در افغانستان در این نزدیک دو سالی که آمده سر کار؟ نه، به هیچ وجه. طالبان هرگز نتونستن و نخواستن که دولتی فراگیر تشکیل بدن. اصولا طالبان خیلی تسامح خیلی کمی در پذیرش سایر اقوام در افغانستان دارن، اقلیت های مذهبی و قومی رو بر نمیتابن حضورشون رو و بیشتر نمایندگی از قوم پشتون میکنن. اکثریت قریب به اتفاق طالبان، چیزی در حدود بالاتر از 95% اعضای طالبان از قوم پشتون هستن و بقیه اقوام در بین اونها جایی ندارن و سایر اقوام، هزارها، تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها و سایر اقوام جایی در میان کابینه طالبان ندارن. طالبان هرگز نتونسته اون تجمعی رو ایجاد کنه که انعکاسی از واقعیت جامعه افغانستان باشه. این که زنان 50% جامعه افغانستان کلن بیرون از قدرت هستن، این هم بماند. خب طالبان چقدر حمایت میشن؟ خیلی خوب، به لحاظ قومی و سیاسی، به ویژه در پیوند با زنان، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، شما فرمودید یک کلیتی رو، ولی همینطور که فرمودید پشتون‌ها یک درصد بالایی رو به هر حال درسته در اقلیتن در کل جمعیت افغانستان، ولی درصد بالایی رو تشکیل میدن. آیا همه پشتون‌ها طرفدار طالبانن؟ در کجاها ساکنن؟ و آیا اقوام دیگر در افغانستان باز پشتیبان طالبان هستند؟ روشن است که طالبان همینطور که فرمودین دولت فراگیر نتونسته درست بکنه. نه زنان توش هستن، نه اقوام دیگر توش هستن. بفرمایید. اصولا طالبان مقبولیت بیشتری در بین قبایل پشتون دارن، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر قومی، اونا پذیرفته شده تر هستن بین پشتون ها. خود این آماری که تعداد جنگجویان اونها رو نشون میده که از کدوم قوم هستن، این ادعا رو میتونه ثابت بکنه. اما در میان پشتون ها هم کسانی هستن که با طالبان مخالفن، مخالف حضور طالبانن و از طرف جامعه افغانستان در 45 سال اخیر به شدت در سیاست قومی شده غوطه خوردن و سیاستی که به شدت قومی شده بر اونها زخمهایی رو زده که طالبان در نوک این حملات قرار داشتن. طالبان در 1377 در مزار شریف در 3 روز بین 5,000 تا 13,000 نفر هزاره رو صرفاً به خاطر اینکه هزاره اند و شیعه اند قتل عام کرده در 3 روز. شما از جمله نجات یافتگان؟ من اونجا بودم، بله، من و خانواده‌ام اونجا بودیم و من از مهلکه نجات پیدا کردم. حالا این داستان نجاتش رو قبلا هم گفتم، خیلی طولانی هست. و در حدود 2 ماه بعد در بامیان قتل عامی صورت میگیره که همه اطفال، کودکان، زنان، حتی کودکان شیرخوار رو هم قتل عام میکنن. چرا؟ چون هزاره هستن. قتل عام هایی که در سال گذشته در پنجشیر اتفاق افتاد که تاجیک هستن و ولی سنی مذهب هم هستن اتفاق افتاد. ازبک ها، ترکمن ها، همه تجربه های اینچنینی از طالبان رو دارن. بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که بقیه اقوام افغانستان از طالبان حمایت بکنن، خیلی منطقی به نظر نمیرسه. اونا به نحوی دیدشون به طالبان دیده به یک دشمن هست، به یک دشمن درجه 1 هست. طالبان در بین سایر اقوام افغانستان
خیلی خیلی تعداد معدودی از حمایتگرها رو داره، اونم کسانی هم که به صورت مستقیم منافعشون گره خورده با طالبان. و در بین پشتون یعنی چی منافعشون گره خورده؟ یعنی جیره خور طالبانن، یعنی حضور طالبان منافع اونا رو تضمین میکنن. مثل قاچاقچیان مواد مخدر، مثل کسانی که عضو طالبان هستن و اینا، که خیلی خیلی تعدادشون کمه. از اون طرف پشتون ها هم به نظر نمیرسه که یک حمایت همه جانبه از طالبان بکنن، چون بالاخره اونها هم بینشون آدمایی هستن که به آموزش زنان، حضور زنان اهمیت قائلن، به این نوع حکومتداری طالبان انتقاد دارن. اونها رو هم اگر منفی بکنیم، حامیان طالبان در میان مردم افغانستان خیلی خیلی ناچیز، اقلیتن به هر حال. بسیار اقلیت. بسیار خوب. خب یعنی طالبان هر چقدر زمان هم بگذرد، حکومتشون به هر حال حکومت فراگیری نمیتواند بشود و با سرنیزه باید حکومت کنند. به هر حال اگر با شناختی که از طالبان در 25 سال گذشته داریم، نه، این وسعت دید در طالبان هرگز وجود نداره. نمیتونه خب وجود داشته باشه، برای اینکه وقتی که اکثریت جامعه طرفدارش نیست، خب نمیاد اصلا باش همکاری بکنه. اصلا ببینید، این مسئله ریشه‌دارتر از این حرف هاست. این مسئله از 270 سال پیش شروع شده که پشتون‌ها قدرت افغانستان رو بر عهده گرفته، به دست گرفتن. از اون زمان تا حالا تمام تلاششون این بوده که اول قدرت رو به صورت مطلق در اختیار خودشون قرار بدن و بعد بقیه رو هر روز محدود و محدود و محدودتر بکنن. بعد رسیده به دوران طالبان و طالبان نماینده خیلی همچین بی تعارفتریه در این قسمت، خیلی راحت و علنی بقیه رو کنار میزنه. حتی در دولت هایی که به حمایت جامعه بین المللی در افغانستان بعد از سال 2001 تشکیل شد، هم هزارها تاجیک ها، ترکمن ها، ازبک ها انتقاد داشتن که سهم ما به اندازه کافی نیست و اکثر قدرت دست پشتون هاست. ولی طالبان دیگه خیلی بی‌تعارف‌تر از این حرفان، خیلی مستقیم اومدن، همه رو بیرون ریختن و مطلقاً خودشون دارن حکومت میکنن. ببینین، این مهلت یک ماهی که من در گزارشم عرض کردم که جمهوری اسلامی داده است، حالا تبلیغاتی یا اینکه رسمی، من به هر حال ما شنیدیم دیگه، اونان یک مقام جمهوری اسلامی میگه ما یک ماه مهلت داده ایم به طالبان برای گرفتن عقابه هیرمند. این مهلت آخر این ماه تموم میشه، یعنی اول چی میشیم نمیدونم الان، اردیبهشت، یعنی اول خرداد در واقع سررسید مهلت. آیا واقعا جنگ میشه؟ والا پیش بینی چه خورده سخته، اما من فکر میکنم الان خرداد جنگ... آقا الان اردیبهشت نیست، الان تو گوش من گفتن الان خرداد، یعنی میشه اول تیر. چون اسمهای ماه برای ما هم فرق میکنه، ما ثور، جوزا، سرطان میگیم. پس فارسی خواهش میکنم منو منحرف نکنم. اصولا پیش بینیش خیلی سخته، ولی من فکر میکنم که جنگی در مقیاس جنگ دو کشوری رخ نخواهد داد. از طرفی ایران در شرایطی نیست که بخواد وارد یک جنگ فرسایشی با طالبان بشه، و از اون طرف هم طالبان اون قدرت لازم رو نداره که با جمهوری اسلامی بتونه مقابله کنه. طالبان شاید بتونه در جنگ های چریکی و در جنگ های شبیخونوار و حملات انتحاری یک تجربه ها و موفقیت های رو داشته باشه، اما قطعا نمیتونه در مقابل اردوی ایران که یک اردوی منظم هست با نیروی هوایی بسیار قوی، فکر نمی کنم که بتونه مقابله کنه. من بعید میدونم که جنگ به صورت جنگ بزرگ دو کشوری شروع بشه، صرفا به دلیل نظامی. بحث اقتصادی هم هست اونور، هم طالبان این توان رو نه از نظر اقتصادی، نه از نظر حمایت‌های مردمی و نه از نظر نظامی در خودشون می‌بینند. امکان داره که هم جمهوری اسلامی هم طالبان هر دو به عنوان یک حربه از این که جنگ بین المللی بتونه یک مقبولیت مردمی برای اونها بیاره وارد جنگ بشن. اما این بر اون دلیلی که قبلا عرض کردم نمیچربه.
ببینید طالبان وقتی که در قدرت بودن اون 5 سال، یعنی 1175 تا 1180، سه کشور عربستان، پاکستان و امارات به رسمیت میشناختن دولت پاکستان رو به عنوان امارات اسلامی افغانستان. الان هیچ کشوری، همون سه کشور هم به رسمیت نمیشناسنش، درسته؟ بله. چرا؟ البته اون به رسمیت شناختن طالبان توسط این سه کشور خیلی عجولانه بود. اونا طالبان در 17 اسد در 1377، بله، بهار 1377 مزار شریف رو گرفتن و قسمت‌های وسیعی از افغانستان تحت کنترلشون در اومد. بعد این سه کشور فوراً فرداش طالبان رو به رسمیت شناختن و دو روز بعد دوباره قیام شد علیه طالبان و قسمت‌های وسیعی از شمال افغانستان از کنترل طالبان خارج شد. اون اقدام خیلی شتاب زده بود. و حالا چرا نمی‌شناسند؟ ما وقتی صحبت از طالبان می‌کنیم، ما با گروهی طرف هستیم که بزرگترین گروه ناقض حقوق بشر در جهان است. یکی از بزرگترین گروه‌های تروریستی حال حاضر جهان است. در واقع بزرگترین گروه تروریستی، زن ستیزترین حاکمیت فعلی جهان است. با اینا تعامل کردن کشورهای آبرودار خیلی سخت به نظر میرسه، خیلی برای کشورهای غربی سخته که برن حکومت رو به رسمیت بشناسن که زن ستیزترین حکومت رو زمینه و این اوصاف رو داره. خب پس چرا اون موقع به رسمیت شناختن؟ میگین اشتباه کردن؟ اون موقع قطعا اشتباه بود. دلیلش این بوده است که حملات تروریستی 11 سپتامبر رو طالبان حمایت کردن، همکاری کردن با القاعده و در پناهگاه طالبان القاعده در واقع افغانستان بود و بعد هر سه کشور عربستان، امارات و پاکستان در واقع دوستان آمریکا هستند و دیدن حکومتی رو به رسمیت شناختند 5 سال که از دلش میرن عملیات تروریستی در داخل خاک آمریکا انجام میدن و در واقع فکر نمی کنید یکی از دلایلش بود که دیگه میخوان خلاصه مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه دیگه؟ دقیقاً همونطور که گفتم اون به رسمیت شناختن اون دوره خیلی عجولانه بود و تا اون زمان طالبان تصویر خیلی واضحی به از خودشون بیرون نداده بودن. اونها درگیر خیلی جنگ‌های طولانی و فرسای و بزرگ نشده بودن، قتل‌عام‌های خیلی بزرگی رو نکرده بودن تا اون موقع. بعد چهره تقریبا مثبتی رو داشتن در دنیا، به خاطر همین اون کشورها خیلی عجولانه اون رو به رسمیت شناختن. اما این دوره خیلی خیلی بعید به نظر میرسه و خیلی مشکل هست برای کشورهایی که به صورت آزاد دارن زندگی میکنن، به ارزش‌های بشری احترام قائلن. براشون خیلی سخته که حکومت طالبان رو به این شکل موجوده که هست به رسمیت بشناسن، مگر این که تغییراتی در اون بیاد. منظورتون کشورهای غرب دیگه؟ بله. ببینین چند نفر در فهرست هیئت دولت طالبان هستن که یا مورد تعقیب پلیس بین المللن یا جایزه برای سرشون جایزه برای بازداشتشون یا همکاری کردن که اطلاعاتی بدهد که اینا کجا هستن، که البته خیلی مسخره است چون اینا به صورت هیئت میان ایران رو برمیگردن بعد جایزه گذاشتن براشون. و اینا چند نفرن که در واقع به عنوان تروریست بین المللی شناخته میشن و در هیئت دولت طالبان هستن؟ زیادن، در واقع 4-5 نفر از فقط عضو شبکه حقانی که از طرف آمریکا به عنوان شبکه تروریستی بین المللی شناخته شده الان در کابینه طالبان هم. همین آقای سراج الدین حقانی وزیر کشور افغانستانه. برای این 10 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشتن و برای هر کسی که اطلاعی بده که این آقا کجاست جایزه گذاشتن، در حالی که این آقا تو وزارتخونه تو افغانستان داره کارش میکنه. و عموش همچنین که الان وزیر مهاجرین در افغانستان هستن، اینا همشون کسانی هستن که برای سرشون FBI جایزه گذاشته، پلیس فدرال آمریکا. و آقای خلیل الرحمن حقانی عموی ایشون هست. محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان هست، شخص شماره 2 طالبان که در لیست سیاه سازمان ملل متحد هست. و 4-5 نفر از مقامات طالبان
قبلا در زندان گوانتانامو بودن. اینا از اینجا که آزاد شدن رفتن اونجا و محمد فاضل مظلوم، خیرالله خیرخان، نورالله همین هاست که علی شمخانی ازشون تعریف میکرد، میگفت اینا اونجا و محمد نبی عمری، اینا در مبادله با سربازان آمریکایی آزاد شدن. الان اینا در افغانستان در قدرت هستن. ببینید از فاطمیون هستن کسانی در داخل حکومت ایران که میگن جمهوری اسلامی میتونه از فاطمیون استفاده کنه، بسیجشون بکنه یا کرده باشه و در داخل افغانستان اینا برن به طالبان ضربه بزنن. یعنی مثل اینکه این افغانستان رو به عنوان یک مرکزی برای بحران سازی جمهوری اسلامی برای خودش همیشه در نظر داشته و داره، چه طالبان باشه چه نباشه. حالا یه دقیقه بیشتر هم بدبختانه وقت نداره. خب البته فاطمیون گروهی هستند که وفادار به جمهوری اسلامی هستند، تجربه جنگ در سوریه رو دارن، به صورت آماده و بالقوه در ایران هستند. طبیعتا جمهوری اسلامی بعدش نمیاد از اینا استفاده کنه اگر جنگی رخ بده. حالا بر سر تعدادش تخمین ها خیلی متفاوته، بین 12 تا 30 هزار نفر تخمین ها متفاوت هست، ولی قطعا اگر در کجان این 12 تا 30 در ایران هست، در ایران قطعا اگر جنگی رخ بده ایران توانایی بسیج خیلی بیشتر از اینها رو هم داره. تعداد زیادی از پرسنل دولت افغانستان، نظامیانی که در دولت سابق کار میکردن، اومدن به ایران پناهنده شدن و ایران اونا رو در کمپ هایی نگه داشته، آموزش میده و نگه داشته برای اینکه روزی بتونه از اونا استفاده بکنه. قطعا جمهوری اسلامی توانایی بسیج خیلی بالایی رو از این افراد و فاطمیون داره. علاوه بر اون فاطمیون اکثرا شیعه مذهبن و اکثرا از هزاره ها هستن که انگیزه بالایی برای جنگ با طالبان دارن. میدونیم که طالبان دشمن خیلی سرسخت هزاره ها و شیعه ها در افغانستان هستند که اکثریت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران هم کسانی هستند که طالبان اگر گیرشون بیاره سرشون رو میبره. بله. بعد اون اومدن ایران و الان هم که ایرانی ها به عنوان نماینده طالبان چند تاشو هفته پیش کدک کردن. این نکته رو من اشاره کردم. من چند تا پیام دریافت کردم که یکی که اصلا یک فایل صوتی صداشو فرستاده بود که چجوری کتک خورده، از دست فروش توی بازار پریدن کتکش زدن، به عنوان طالب زدنش، که یکی از بچه های مهاجر افغان زحمتکش بوده از افغانستانی که آمده ایران و داره از دست طالبان فرار و آمار برای اومده و بیش از 50 نفر رو کتک زدن. بله در یک روز. شما چقدر خبر در یک روز؟ البته من به صورت در یک روز، بله، به صورت روزانه میگیرین تماسم در خیلی از جاها، اصفهان، تهران، مشهد، خیلی از مهاجرین افغانستانی رو کتک زدن، در حالی که اینا همونایی هستند که از طالبان فرار کردن. بله. و هرگز همسویی با طالبان ندارن. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای مهدی مهرآیین، همکار عزیزم. بریم پرده آخر. وجود مقدس امیرالمومنین با ابازر می رفتن به وادی مورچگان رسیدن. حضرت فرمود به خدا قسم اگر بخوام تعداد این مورچگان رو بگم بلدم، میدونم چند تا دونشون نر هستن، چقدرشون ماده، اینو من میدونم، اما کی حرف منو باور کنه؟ عشق. شب و روزگار خوش.